سلام به همه دوستان سهشنبه 15 پانزده مهر ماه 1399 ششم اکتبر 2020 در روزهای اخیر دو مطلب از جواد ظریف نقل شده که هر دو نشون دهنده خیانت این موجود به کشور و ملت ایرانه و البته با ما اینه که در مورد یکیش خودش با افتخار گفته من افتخار میکنم به این خیانت البته اون نگفته به این خیانت ولی حالا من به شما میگم که قطعا خیانت و توضیح میدم یکی از مطالبش اینه که این رو مصطفی تاجزاده به نقل از جواد ظریف منتشر کرده گفته که پس از امضای برجام شرکت های مطرح آمریکا خواستار و حضور در ایران بودند برخی منظور برخی بعضی از افراد قدرتمند داخل کشور برخی به خاطر منافع اقتصادی مخالف تصویب FATF هستند نتیجه مقابله با سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی شکست برجام بود و رد FATF محاصره اقتصادی کشور را کامل کرد و سود کلانی نصیب کاسبان را تحریم کرد خب این اولین خیانت یعنی اگر واقعا کسانی بودن که برای منافع اقتصادیشون باعث شکست برجام شدن که البته حالا برجام هم معجزه نمیکرد در کشوری که سر فساد گرفته کمان که 150 میلیارد دلاری هم که اوباما بهشون پستاتی گشایش اقتصادی بر مردم اونجا نکرد ولی به هر حال اگر اعتقاد خودشون این هست که یک سری به قول این کلمه رو حسن روحانی جعل کرد کاسبان تحریم اگر کاسبان تحریمی وجود دارن که از دو طریق یکی با جلوگیری از سرمایه گذاری شرکت های بزرگ آمریکایی در ایران و یکی هم از طریق رد FATF باعث کامل شدن محاصر اقتصادی و باعث شکست برجام شدن و اینها سکوت کردند، استعفا ندادند، کنار نرفتن خیانت کردند. آقای جواد ظریف همون کسیه که چون به شخص خودش بی‌اعتنایی کردن در سفر بشار به ایران و دعوتش نکردن استعفا داد استعفای پرسرسره هم داد اما به ادعای این آقا یه عده در کشور هستن که از دو طریق به اقتصاد کشور ضربه زدن و محاصره کشور رو کامل کردن اما جواد ظریف و رئیسش هستن روحانی واکنش درخوری نشون ندادن این اولین خیانت دومین خیانت دروغ گفتن به مردمه اینا چند سال الان دارن میگن که علت شکست برجام خروج آمریکا از برجام بوده خب اینجا اعتراف از جواد ظریفه که دو اقدام داخلی کشور یکی مخالفت با FATF و یکی مخالفت با گذاری شرکت آمریکا باعث شکست برجام یا بی نتیجه موندن برجام شد خب این یک خیانت خیانت کمی هم نیست یعنی اگرچه بیشتر جنبه تبلیغاتی داره حرف ظریف ولی واقعیتش اینه که دو هر دو اقدامی که اشاره کرده بله به مردم هم ضرر اقتصادی زد اگرچه جمهوری اسلامی از هر روز بودنش ضرر برای مردمه اما در در واقع حوزه استقرار جمهوری اسلامی این دو کار حرف جواد ظریف درسته اما این سهه گذاشتن بر خیانت خودش و رئیس دولتشه که سکوت کردن بهترین کار استعفا بود که همون که میگم برای یک ملاقاتی که دعوتش نکردن استعفا داد چطور میشه که منافع یک کشور رو آتش بزنن باعث به دعای خود ظریف باعث کامل شدن محاصره اقتصادی کشور بشن و ظریف استعفا نده اعتراض نکنه سر... با صدای بلند اعتراض نکنه مطلب دیگه که از ظریف نقد کردن البته حالا آدمی که این حرف میزنه همون آدمیه که در گفتگویی که با رضا رشیدپور در تلویزیون داشت گفتش که ما خودمون انتخاب کردیم وقتی رشید ازش پرسید خب چرا انقدر اصرار داری که رابطه تو ما آمریکا رابطه خسمانی باشه که ما خودمون انتخاب کردیم که اینطوری زندگی کنیم وقتی کسی میگه خودمون انتخاب کردیم باید خوشحال باشه اگر کسانی مانع روابط اقتصادی با آمریکا شن. آمریکایی که شما میگید که اصلا قابل اعتماد نیست و بعدم حالا من در قسمت بعدی توضیح خواهم داد که اصلا شما خودتون رو از آمریکا بی نیاز میدونید ولی به هر حال اون آدم الان داره میاد میگه, میگه که یه عده به خاطر مخالفت با حضور شرکت با آمریکایی باعث شکست برجام شدن حالا این تیکه حرفشه که میگه خودمون انتخاب کردیم برای یادآوری بشنوید میفرمایید که همیشه برای ایران یه ای بودند که خب شاخوشونه بکشن شاید در ذهن نسل جوانمون این باشه که این همه کشور در جهان هست که رابطه دیپلماتیک جهانیشون رو دارن و فشار هم رو مردمشون نیست چرا در مورد ایران همیشه وزرای خارجش باید این حرف رو بزنن که ما فشار جهانی علیهمون هست نه ببینید این یک دلیل داره و اون دلیلش این است که ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه ای زندگی کنیم من به دوستان عزیزم به کسایی که سن فرزندان من هستن خب آدمی که دید اعلام میکنه که جلوگیری از سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی ضرر زد به کشور باعث شکست برجام شد این آدم حالا اومده یه صحبت دیگه میکنه و وقتی مورد سوال قرار میگیره در مورد قرارداد ننگینی که دارن با چین میبندند نه تنها دفاع میکنه بلکه میگه که قرارداد 25 ساله 25 ساله ایران و چین را دنبالش بودم و هستم و افتخار هم میکنم که خواهان بسته شدن قرارداد 25 ساله اقتصادی با کشوری شدم که ظرف چند سال آینده قدرت اول اقتصادی در جهان به حساب می آید خب من واقعا نمیدونم اگر یک کشوری از زر قرار ظرف چند سال آینده قدرت بزرگ اقتصادی دنیا بشه امروز هم حتما جایگاه بزرگ اقتصادی در دنیا داره حالا اگر یک دفعه که از رتبه صدام کسی نمیره رتبه اول حتما رتبه دوم که میره مثلا چند سال دیگه به ادعای آقای ظریف میشه رتبه اول خب الان که رتبه دوم و سوم هست و در اختیار شماست و شما افتخار میکنید با همکاری برای چه گلی به سر شما زده که شما از اینکه آمریکایی‌ها نمیدن یا ایده در داخل نگذاشن آمریکایی به اظهار گله میکنید به هر یک قدرت بزرگ اقتصادی که شما در کنارتون هست ادعا میکنید و بارها هم گفتید افتخار میکنید به همکاری باش چند وقت پیشم خود ظریف در روسیه خیلی تجلیل کرد از روسیه و چین به خاطری که با ایران همکاری کردن خب شما چه نیازی اصلا با آمریکا دارید همین الان مشکلتون رو با چین حل کنید چرا باعث میشید که به قول خودتون آمریکا یه عده میگید که این اظهار ضعف شما باعث سوء استفاده آمریکا شده آمریکا فشار رو بیشتر کرده من دلیلش رو میگم من اینکه خودتون میدونید چین شما رو فقط به یک مهره میخواد ببینید چین قبل از اینکه اون قرارداد 25 ساله که بر اساس خبرهایی که درز کرده در همه عرصه ها است از عرصه بهداشتی و اقتصادی و سیاسی گرفته تا نظامی و امنیتی قبل از اینکه قرارداد مفصل بسته بشه یک قرارداد اولیه حالا یک دو تا قرارداد بسته شد برای ماهیگیری در آبهای جنوب ایران علاوه بر حال اعتراضاتی که خبرهاش منعکس شد باعث به خاک سیاه نشستن بسیار از سیادان محلی از بوشهر تا سیستان و بلوچستان شد یعنی در سه استان ساحلی ما که بسیاری از مردم زندگی روزمرشن از محل همین ماهیگیری تعمین میشه حضور چینی ها باعث شد که عده زیادی از نه تنها از نان خوردن بیفتن از هستی ساقط شدن خب این همون چینی که شما دارید بهش افتخار میکنید یعنی چین همین الان که هنوز قدرت اول اقتصادی دنیا نیست و هنوز قرارداد بلند مدت امنیتی با شما نداره اینطور داره با ایران برخورد میکنه پس شما خودتون هم میدونید چرا نمیتونید به چین اتکا کنید متأثر ناچاری و گفتید هم بسیار از افراد گفتن وقتی بهشون انتقاد میشه که چرا با چین دارید قرارداد اینطوری می‌بندید و ترکمان چین به قول بعضی‌ها می‌بندید میگن چاره‌ای نداریم وقتی که آمریکا اینقدر تحت فشار گذاشته وقتی اروپا با ما همکاری نمیکنه وقتی این ستکس عمل نکرد ما ناچاریم بریم با چین وارد مذاکره بشیم خب پس خودتون میدونید که این ناچاریه خب چین حالا بحث دریای جنوب آبهای جنوب که انقدر مشخص بود انقدر سرصدا کرد که حتی رضا رشید بود در یک گفتگویی که با ظریف در تلویزیون داشت یک نوع بازجویی ازش کرد یک نوع سوال جواب کرد ببینید ظریف چطور به تناقض میفته خودش هم نمیدونه یعنی مشخصه که اصلا حتی ظریف و کلیت دولت خیلی در جریان کار نیستن حتی نمیدونه که طرف قرارداد چینی ها شرکت شیلات یا شرکت کشیرانی جمهوری اسلامی نمیدونه اجاره دادن یا اجازه دادن حرفاشو بشنوید شما از این کشتی های چینی در دریای عمان خبر داریم شما ببینید این یک بحث تجاریه بالاخره موجودات زنده کف آب ازشون استفاده میشه بحث های تجاری که ما هم ورودی نمی کنیم بهش بین ب... ب... کسانی نه که من الان به لحاظ اقتصادی شو نمیدونم نحوه ماهیگیری نه این که ظاهرا مداری که مستندی وجود داره که عمق 200 متر و اصلا بله. دارم دارن میبرن و من به جهت بین المللی و حاکمیت ایران هیش... میخوام ایرانی ای نداره این... 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 این, که میان با ما قرارداد میبنده آها ببینین اومدن با شرکت بنادر کشتیرانی ما یا با شیلات ما یا با مجموعه بعد از اون, اون چیزی که سید میکنن میدن به ما یا یه اجاره, اجاره به ما میدن اجاره میدن دیگه همین ببینین روش های مختلفی هست یا ما شریک هستیم تو اون یا اجاره میدن یا شرکت های ایرانی ان از کارگزار چینی استفاده میکنن انواع روش من ها به شما بی رفت گلایه بکنم اگه اجاره است که اصلا من الان چیز شدم یعنی معذب شدم من دریا رو اجاره نه, نه 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 نه, نه. دریا رو اجازه نمیدن اجازه سید میدن بهشون نه اینکه بگن آقا این همش مال تو برو هر چی میخوای بکن خب اج... اجازه اجا... اجازه سید احا. اجازه س... خب این این همون چینه که آقای ظریف میگه که به زودی قدرت اقتصادی اول دنیا میشه و ما افتخار میکنیم باش همکاری میکنیم ببینید همین امروز که چین هم به هر حال همه قبول دارن که قدرت اقتصادی اگرچه اولین قدرت نیست رفتارش با جمهوری اسلامی به چه نحوه حالا بحث رفتارش با مردم ایران رو که در این موضوع ماهیگیری میبینید که انقدر مفتزهی که در تلویزیون ناچار میشن و ظریف رو بازجوی کنن و ظریف به تناقضگوی میفته در بحث کلان اقتصادی هم این موضوعی که بارها اعلام شده میلیاردها ها دورات تا سقف چهل میلیارد دلار میگن که پول نفت ایران رو نمیده نفت رو به قیمت ارزانتر از قیمت جهانی به چین میدن با تاثیرات بیشتری به چین میدن خودشون هم حتی در حمل و نقلش کمک میکنن باز هم چین پولش نمیده در واقع عملا یک فعلا از جیبشون هم هزینه های هم رو, نقل رو هم پرداخت میکنن این چینی که هنوز اول قدرت نشده و آقای ظریف افتخار میکنه به این خیانت از این جد من میگم خیانت ببینید وقتی خودشون دارن اعلان میکنن که از سر ناچاری قرارداد میبندن و بعد با چینی دارن قرارداد میبندند که امروز که هنوز اولین قدرت اقتصادی نشده اینطور با ایران با عنوان با جمهوری اسلامی گاو شیرده رفتار میکنه گاو شیرده ای که حتی به اندازه گاو هم به اندازه گاو شیرده هم بهش نمیرسن فقط استعمارش میکنن و تنها ببینید تنها چیزی که جمهوری اسلامی از چین توقع داره اینه که در بعضی از درگیری های بین از جمهوری اسلامی حمایت کنه دوام جمهوری اسلامی رو تضمین کنه به قیمت از بین بردن ایران اینجاست که اختلاف بین منافع ملی ایران و منافع جمهوری بروز میکنه کسانی که میگن اگه جمهوری اسلامی قدرتمند بشه ایران هم قدرتمند بشه همین چیزها رو ببینن ببینن که ایران برای جمهوری اسلامی برای پایداری خودش از قرارداد ماهیگیری که میبنده تا قرارداد 25 سالی که میبنده همش به ضرر ملت ایرانه خب اما نکته برای من جالبش اینه که ظریف از قراردادی حمایت میکنه که دولت روحانی توش هیچ است ببینید آقای ظریف یک ادعاهایی مطرح میکنه که قرارداد رو من افتخار میکنم که دنبالش هستم در حالی که اصلا نه در مورد قرارداد چین در اصلی ترین امور کشور دولت روحانی و ظریف کاری نیستن من دو نکته خبر رو براتون میخونم که این خبرهای رسمی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده یا در رسانه های رسمی یک مصاحبه آقای قرامرضا مصباحی مقدم که الان با حکم خامنه ای عضو مجمع تشخیص مسلحت در مجالس هفتم و هشتم و نهم هم و دهم ده هم از نمایندگان مجلس بوده از از هفتم و هشتم و نهم نه در مجلس دهم نبوده و یازدهم هم, هم نبوده این آدم که از نزدیکترین در واقع یاران جناه راست هست و میگم با حکم خامنه ای عضو مجمع تشخیص مسلحت هست و به معنی که از اقتصاد معممین اقتصاددان قبولش دارن ایشون یک مصاحبه با روزنامه ایران داشته روزنامه ایران تریبون رسمی دولت هست در همه دولت ها از اول انقلاب هر دولتی بوده روزنامه ایران مدیر توسط رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی انتخاب میشه که اون هم توسط وزیر ارشاد یعنی روزنامه ایران ارگان دولت رسانه مکتوب دولته این آقایی که مصاحبه با روزنامه ایران داشته خبرگزاری فارس در تاریخ 21 تیر ماه 99 این مصاحبه رو در واقع بازنشر کرده آقای مصباح مقدم در اونجا میگه سند همکاری 25 ساله با چین بعد از این است که رهبری پیام خاصی و فرد خاصی را به چین فرستادن و با رئیس جمهور چین گفتگو کردند تا پیش از این این ازم در رفتار دولت ما دیده نشد چه نسبت به چین و چه نسبت به روسیه یعنی ببینید ظریف داره سنگ قراردادی رو به سینه میزنه که دولت اصلا درش هیچ کاره بوده علاوه بر آقای مصباح مقدم آقای حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مصاحبه با شبکه سه تلویزیون داشت جالبه که خود تلویزیون علاوه بر بخش اصلی مصاحبه که درش صحبت میشه اون تیکایی که قبل از ضبط رسمی مصاحبه بوده دادن بیرون این از خود صدا و بیرون کسی که اونجا نبوده که بخواد ضبط کنه بیاره بیرون یه بخشش ایشون در قبل از مصاحبه میگه آقای حری بخشم در مصاحبه رسمی اونجا به صراحت میگه که دولت چین ها رو در قسمت غیر رسمی میگه دولت چین اصلا دولت ایران رو قبول نداره میگه من با کسی مذاکره میکنم که قدرت رو در ایران داره و میدونن قدرت در بیته و بعد در قسمت اصلی مصاحبهش که پخش شده میگه که رهبری آقای لاریجانی رو و آقای آقا محمدی رو به همراه 7 -8 نفر دیگه فرستادن چین اونجا مذاکره کردن و تلویح هم میگه که نطفه این قرارداد 25 ساله قرارداد بولا مدت با چین بعد از اعزام نماینده ویژه رهبر و پیام ویژه رهبر بسته شد همون حرفی که مصباح مقدم زده یعنی در قراردادی که دولت روحانی مثل سایر امور کاری نیست ظریف و فقط ظریف نقش توجیه کننده داره توجیه خیانت خوا... به اسم خودش هم خیانت رو ثبت کنه و من تعجب میکنم یعنی واقعا من مدتی موندم حسن روحانی بعضی از حرفهایی که میزنه هیچ آدمی که مشاعرش رو از دست داده و قدری به خوشنامی فکر کنه این حرفا رو نمیزنه حتی کسی که مشاعرش رو از دست داده باشه اگه یک ذره فقط فهم داشته باشه که یه مقدار به خوشنامی فکر کنه حرف اما روحانی میگه ظریف هم اصرار عجیبی داره که در تمام خیانت ها اسمش ثبت بشه همه ای ایرانیا بگن که بولامش میره یه موقع در مورد احمد نژاد میگفتن تو دوربین نگاه میکنه دروغ میگه ظریف حالا میره تو دوربین های خارجی نگاه میکنه و میگه ما زندانی سیاسی نداریم ما اعدام سیاسی نداریم و بسیار از حرفای دیگه خب اصرار آقای ظریف بر این که تمام خیانت در تمام خیانت ها اسم هم باشه لابد چیز جدیدی که ماها سردنه بریم اما اونچه مسلمه ببینید من بحثم اینه که اینهایی که میان میگن که من طرف صحبتم جواد ظریف نیست جواد زریف که نامش من گفتم یکی از خائنترین وزرای خارجه تاریخ ایران نامش ثبت خواهد شد بحثم با کسانی که ممکن باور بکنن که مثلا اینها دارن با یک ابرقدرت اقتصادی قرارداد میبندن این ابرقدرت اقتصادی تا امروز با ایران چه رفتاری کرده با مردم ایران چه رفتاری کرده امروز که قدرت اول اقتصادی دنیا نیست انقدر داره زور میگه به جمهوری اسلامی انقدر به حق مردم ایران ضایع میکنه فردا که به اولین ابرقدرت اقتصادی دنیا تبدیل شد و بعد هم با بازارهای بزرگ آمریکا و اروپا سر کار داره آیا اون بازارها رو قربانی ایران میکنه امروز میگم امروز که برای پیشبرد اهداش به هر حال به یک سری عوامل دست چندان و به رایت مثل جمهوری اسلامی نیاز داره به یک سری گاو شیرده نیاز داره رفتارش با جمهوری اسلامی چیه فردا که خودش مستقر شد در اگر بشه حالا من نمیدونم اینکه قطعا به عمر جمهوری اسلامی کفاف نمیده ولی تعدید دارم این تبدیل چین به اولین قدرت اقتصادی دنیا حتی در عمر ما هم کفاف ده ولی به فرد اگر شد دورتی که هم در حال حاضر که قدرت اول نیست انقدر زور میگه انقدر تحقیر میکنه انقدر حق مردم را ضایع میکنه فردایی که قدرت اول شد چه رفتاری خواهد کرد من این را از جد میگم کسانی باور نکنند حرف ظریف و ظریف وظیفش توجیه خیانته این یک اصل رو همه ما در گوشه ذهنمون داشته باشیم هر حرفی که روحانی میگه ظریف میگه قالیباف میگه رئیسی میگه خامنه میگه فرض اول اون باید این باشه که اینها دروغ میگن و فرض اول باید باشه که یک خیانت جدید در حق مردم ایرانه تا اونها ثابت کنن خیانالیس. در این مورد به خصوص به نظر من به اندازه کافی نشانه و قرینه وجود داره که خیانت داره میشه همینقدر که مخفی میکنن از مردم همینقدر که میگم خودشون میگن آقای مهدی سفری که از عناصر امنیتی دولت مدتی سفیر ایران در روسیه بوده مدتی معاون وزارت مخابرات بود یه مصاحبه کرده میگه که اگر این کار رو بکنیم چین عقب نشینی میکنه یعنی با وحشت و با یک حالت خواهش و التماس من چند روز پیش هم گفتم آقای روحانی در پیامی که به مناسبت روز ملی چین داده با التماس به چینه ها میگه بیاید قرارداد رو زودتر ببندید و جهانگیری هم همینطور خب ببینید شما در شرایطی که در شرایط ضعف میرید قرارداد میبندید قراردادهای قبلیتون داریم میبینیم میگم در یک حوزه محدود مثل ماهیگیری که بسیاری از مردم سر و کار روزمره باشن و خیلی زود آشکار میشه که چه خیانتی شده اینطور رفتار کرد یعنی انقدر اختیار به چینیا دادید که هزاران شاید ده ها هزار نفر حالا از ماهیگیر و کسانی که سید میکنن و خانواده هاشون شاید بیشتر از ده ها نفر رو به خاکسیانشون چیزی که میدونستید از همون روز اول مردم متوجه خواهند شد چه خیانت شد اونطور رفتار کردید در مورد قراردادهای پشت پرده که دارید در مسائل سیاسی اقتصادی بهداشتی گمرکی و امنیتی می‌بندید خدا میدونه چقدر خیانت خواهید کرد شما تلیعه کارتون با چین رو نشون دادید میگم این ت... تکرارش اشکال نداره در موضوعی که از همون روز اول مشخص میشد چه شد چه خواهد شد شما رفتارتون رفتار خائنانه بوده در این موارد که مشخصه تجربه دیگه که شما با به قول خودتون با ابرقدرت ها تعامل کردید روسیه است روسیه به هر حال نمیشه انکار کرد که یکی از ابرقدرت های نظامی دنیاست رفتارش با جمهوری اسلامی چه بوده جز یک گاو شیرده ببینید اس 300 رو روسیه به بسیار از کشورها و الان داره اس 400 میده به بسیار از کشورها قرارداد با عربستان بسته برای تحویل s 400 اما s 300 رو تحویلش رو به ایران سالها تاخیر انداخت و بعد هم بر اساس بعضی از اخبار غیر رسمی که منتشر شده نحوه استفاده جمهوری اسلامی ازش تحت کنترل کارشناسان روسیه کما که s 300 هایی که در سوریه مستقر هیچگاه از, پا... از در واقع پادگان ها و نیروهای جمهوری اسلامی حمایت نکرد بارها اسرائیل بمبارون با کرد و کشت تجهیزاتشون از بین برد و اس های روسی هیچ کاری نکرد قطعا در اینجا هم رفتار طوری خواهد بود من مطمئنم تضمین هایی گرفتن که به هر نحوی که خواستن نتون استفاده کنن خب ببینید این, این نوع همکاری با قدرت ها جز در قالب گاو شیرده نیست روسیه رو دیدیم در مسائل نظامی چین رو هم فعلا تلیعه رو در مسائل اقتصادی دیدیم و یقینا در مسائل بزرگتر با توجه اینکه اونها میدونن از سر ایران از سر نیاز و افلاس و فلاکت رفته سراغشون قطعا بیش از این سوءاستفاده استفاده خواهم کرد کما که همین کم امروز هم حدود 400 میلیارد حدود 40 میلیارد دلار طلب ایران در مورد مطالبات نفتی ایران رو نمیره چین این رو من از جد گفتم و از دوستان خواهش میکنم که اگر در محافلی بحث میشه فریب خائن توجیهگری به نام ظریف رو نخورن من خیلی سختم در مورد افراد اینطور سان نظر کنم اما از ظریف و روحانی و قالیباف و و این حرفا گذشته و انقدر فسادشون آشکار و بیان هست که حتی براساس احکام دینی بدگویی ازشون نه تنها اشکال نداره بلکه لازم هست موفق باشید